سخنان بسیار به ارزشمند و مناسب وقت جناب مفتی حفظه الله تعالی استفاده کردیم همه ما. و الان مشکلاتی که مطرح هست کرونا هست و ما طوری که اخبار هم میگویند در ایران هم سرایت کرده و چند تا نکته مفتی صاحب بیان کردم برای شما آنچه که نیاز هست. بنده فقط تذکر خدمت شما میدم که توکل بر الله تعالی بشه و نهراسید و نترسید که همه چیز در دست پروردگار است. تا خدا نخواهد چیزی را و الله تعالی آفتی را نیاره هیچی نمی شود. ویروس کرونا هم مخلوق هست و به دست خالقه و لحظه توکل بر الله بشه و استغفار و توبه و صدقات به کثرت بشه. توی همین شهرتون شما خیلی انسانای گرسنه دارید، خانواده های زندانی هستند و انسانای فقیره که قدرت خرید نان را ندارند و به اینها رسیدگی نمیشه. مستمندانن، مساجد نیمه ساختن، طلاب علوم اسلامی و دینیان و همه کسانی که نیاز به مساعدت مسلمانان را دارن. زکات اموالتون ادا کنید، نماز را پابندی بکنید، استغفار و توبه کنید و او حدیث بدونید که حضرت فرمود در هر شهری که وبای بیاید اون مردم اون شهر از شهر خارج نشن. چرا اگه اونا خارج بشن ویروس منتشر میکنن. الان چیزی که در دنیا اتفاق میفته همین که خلاف همین حدیث داری میشه. خیلی از چین فرار کردن و ویروس با خودشون در مملکتای خودشون بردن. هر جایی که این آفت و این طوفان و این بلا بیاید نباید مردم آنجا از اونجا فرار کنن و مردم دیگر هم آنجا داخل نشن. تو این آفت کرونا، عذاب کرونا، چین 100% فلج کرده. واو، وحشتناک هست در چین. هر جایی بیاید آنجا مردم هم میگه از خانه بیرون نشن، یعنی از کسب و کار مردم میفتن. ولهذا توکر بر الله بشه، استغفار بشه، از گناه های من معافی بخواییم. بی قائل نمازی و بی نمازی را ترک کنید. حقوق الناس رعایت بشه، حقوق الله رعایت بشه، اخلاقیات رعایت بشن، مسائل اخلاقی و احکام الله پابندی بشه و به الله رجوع کنیم. و دومی نقطه ها، دومی مسئله که قصدم اشاره بکنم، همین مسئله سوریه و ادلب واقعا دل همه انسان های آزاده و غیر آزاده را جریح دار کرده. واقعا بمباران هایی که الان اونجا انجام میگیره بسیار وحشیانه، بسیار خطرناکه. هزاران طفل و پیرزن و کهنسال، مرد و زن جانشون را از دست دادن و در سختری سرما آواره شدن. مردم اون منطقه، مردمی که در اون منطقه زندگی می کردن که نزدیک به 1 میلیون نفر اونها را رسانه ها مطرح می کنن و در سختری سرما در خیمه ها به سر می برند و بعضی جا بدون خیمه ها و بسیاری تلف شدن. کجا هستن وجدان های بیداری که ترحم کنن به این انسان های بیدفاع، به این زنان، به این کودکان، به این کهنسالان و این عواقب خطرناک داره. این عواقب خطرناک بسیار خیال میکنن که خدا نمیبینه. یا لیعوذ بالله، خدا غافله و خدا به مخلوقاتش رحم نداره.
نه عزیزان من، این آزمایشن الله همه چیز زیر نظر گرفته، همه چیز زیر نگاه الله و الله گرفتار میکنه، دنیا را هم تباه میکنه و سیاه میکنه بر کسانی که ظلم بکنند و آخرت تا هم الله تعالی تبدیل به عذاب میکنه. بترسیم همه ما از عواقب ظلم، از عواقب بیعدالتی، از عواقب جرم و جنایات که هم دنیا را میزنه و هم آخرت را میزنه. بعضی خیال میکنند هرچه بکنند الله کاری نداره، نه، یا تنها عذاب در آخرت، نه عذاب در دنیا میآید، هم آخرت. کرونا نتیجه عمل کرده خودمونه، ولی عذاب باید همه من توبه کنیم، همه من رجوع الله بکنیم و همه من استغفار بکنیم و به خدا فنا ببریم. امروز روز انتخابات هست و همه تون برید انشاءالله پای صندوق و رایتون را بدید و خواهران که می روند حتما با کسی را با خودشان ببرند، خواهرانی که سواد ندارند و کسی با خود ببرند که کاندیدهای مورد نظرشون را در اون برگه بنویسند و به صندوق را بریزند و انشاءالله شرکت کنید. و این یک وظیفه من و شما هست و وظیفه تون شما انجام بدید و انتخابات هم با سلامتی برگزار بشه. زایدان انتخابات تشجد چند دوره همیشه دغدغه داشته و مردم نگرانی داشتند که به هر حال در سلامتی انتخابات دغدغه داشتند و نگران بودند، بعد شکایت هم کردن و به شکایت رسیدگی نشده در چند دوره. و ما امیدواریم که این بار در انتخابات به سلامتی برگزار بشه و میدونم که مسئولین استان، مسئولین مخصوصا شهر زایدان که برگزار کنندگان انتخابات خودشون دغدغه دارن، اما بنده به دغدغهشون هم می افزایم که دغدغه سلامتی انتخابات باید مزید داشته باشید و حساس باشید که این مطرح نیست که مردم به چه کسی رای می دهند، ولی هر کسی را که مردم رای دادن و اراده مردم بود همون از صندوق در بیاید. سلامتی آرا و امانت داری در حفظ آرای مردم مراعات بشه و رعایت کنید. امنیت یعنی همین، امنیت در همین عزیزان من که عدالت اجرا بشه، امانت داری رعایت بشه، سلامتی انتخابات مراعات بشه، این خودش امنیت ببر میاری، امنیت فکری و امنیت ذهنی. و ما امیدواریم که مسئولین محترم دقت نظر داشته باشند و تلاش آنهایی خود را برای این بکنند که انتخابات سالم بشه و سیانت از آرای مردم را هم رهبر معظم انقلاب جز حقوق الناس شمردن، حساب کردن و یه حق مردمه. ولهذا این تغییر نخوره و به هر حال مشکل پیدا نکنه. الله تعالی توفیق عنایت بکند به همه و انشاءالله انتخابات سالمی را پشت سر بگذارید و الله تعالی بهترین ها را بیاره در این انتخابات در سطح استان. گرچه این بار رد صلاحیت در حد گسترده بود، اما همون افرادی که هستند الله تعالی همونها بهترینشون بیاره که برای مردم کار بکنن. تاکید میشه که انشاءالله بعد از نماز جمعه
دوستان به پای صندوقا برن، چرا شبها گایه مشکل میشه را دادن و بالاخره ممکنه زودتر تعطیل بشه، ولهذا آرایشون را بر سر وقت به صندوق بریزن. ان شاء الله تعالی شما را موفق بکنه و صلی الله علی سیدنا محمد.